حسینی در متون موسیقی مقامی بعد از اسلام اومده، قبل از اون وجود نداشته. نامش برمیگرده به نام حسین و احتمالاً بی ربط به امام حسین نیست. آملی اون رو یکی از 12 مقام میدونه. حسینی و عراق آنگه سپاهان، پس از زنگوله عشاق و نوادان. پرده‌ای که فارابی از اون سخن گفته و بعدها پایه موسیقی ترک و عرب شده، همین احتمالاً پرده حسینی است. شبیه به این پرده هست. این مقام ایرانی در بین مقام‌های عربی رایج در مصر، سوریه، لبنان، مراکش، تونس و صفی‌الدین حرموی اون رو دایره 53 از دوایر کثیره میدونه و دایره 5 از ادوار ششگانه و دور 11 از ادوار 12 گانه. حسینی رو از لحاظ مطابقت با برج‌های آسمانی با برج سور شبیه میدونن و قبلا که 7 پرده رو در نظر میگرفتن، یکی از این پرده ها که حسینی باشه رو به حضرت داوود نسبت میدادن. نویسنده بهجت و روح میاره که حسینی دارای 2 بانگه و دارای 2 شعبه 2 گاه و محیر. حسینی که از مقامات است برتر، 2 گاه آمد قرینش با محیر. حسینی جز مقام نام گوشه از شعبه محیر هم بوده، چون در بهجت و روح این حالت زیاد دیده میشه که هم به عنوان مقام گاهی یک اسم به کار میره، هم به عنوان شعبه و یا به عنوان گوشه. مراقی عملی یا تصنیفی در حسینی هم ساخته بوده به سفارش سلطان حسین که گفته بوده اولین روز ماه رمضان رو به نام من در پرده حسینی یک تصنیف بساز و او 30 تصنیف در 30 نوبت میسازه. اولیش رو تقدیم میکنه به سلطان حسین و در اونجا در کنار نام حسین ابن علی علیه السلام، نام سلطان رو هم به صورت جناس آورده. کوری چشم مخالف، من حسینی مذهبم، راه حق این است، نتوانم نهفتن راه راست. گر مخالف طعنه ای زد رغم او، من حسینی مذهبم تا زنده ام. فواصل حسینی در موسیقی قدیم ایران مطابق دستگاه شور امروزی است تقریبا. به همین دلیل حسینی در شور احتمالاً اجرا میشه و در توالی گوشه‌های قرچه، رضوی و حسینی در شور پایین دسته یا شور بالا قرار میگیره. تونیک حسینی و شور یکسان هستند. در قسمت اوج ما به درجه 4 میریم که این قسمت اوج حسینی رو بیشتر گفتیم که میتونیم اسم اوزال بهش بدیم. بنابراین در حسینی ما هم مثلا اگر در شور سل هستیم هم لا به مول داریم هم لا کور، یعنی نوت دوم شور رو به پرده بند میشه در قسمت های پایین رونده و در بخش خود حسینی در اوجش لا کور میشه، یا در شور ره اگر هستیم می به مول میشه در خود حسینی در اوج حسینی یا ازالش می کور میشه. آقای مهدی ستارشگر به روایت از استاد کسایی در اوج حسینی تحریری رو اجرا کردن و اون رو به روایت تاج اصفهانی و قبل از او حبیب شاطر حاجی دونستند، که البته بنده نتونستم دست پیدا کنم به این تحریر. لطفا از دوستان تقاضا میکنم که اگر به این روایت دست پیدا کردن یا به این نوار دست پیدا کردن، اون رو برای ما ارسال کنن تا اون رو بررسی کنیم و در اختیار دیگران هم بتونیم قرار بدیم. حسینی همراه با نامهای دیگه ای هم در موسیقی قدیم ایران به کار رفته، مثل حسینی حجازی، حسینی کبیر، حسینی معلبقیه، حسینی گلعذار. اگر ما شور ره رو در نظر بگیریم، حسینی یک هنگام بالاتر در همون نوت تشکیل میشه و به نوعی میتونیم اون رو کردی بیات یا حجاز ابو عطای بر شور دوم بدونیم. اگر شور اول ما دشتی یا شبیه به حجازش میشود زیرکش سرمک روی نوت لا، یک پنجم بالاتر، در شور دوم هم ما یه همچین حالتی داریم که روی نوت ره این دشتی یا حجاز مانند صورت میگیره و تشکیل میشه، که میدونیم هر حجازی یا هر دشتی یک اوجی داره و اوج اون اوزال خواهد بود که
از دانگ ری میکرون فاسو به سمت سول استفاده خواهد شد. در برگشت باز از همون دانگ دو ری میبمول فا استفاده میکنیم. فواصل قدیمی مقام حسینی اگر از دو بخوایم در نظرش بگیریم، دو ری کرون میبمول فا سول کرون لا بمول سی بمول و دو هست. شبیه به شور دو هست. شامل مجنب، مجنب، تنینی، مجنب، مجنب، تنینی، تنینی و اعداد نوتا با اسامی قدیمی الف، جیم، ه، ه جیمی، یه، یب، یه و یه و ه جیمی.